به نام خدا و عرض ادب خدمت دوستان عزیز و فالورای عزیزم امروز میخوام در مورد بحث سبستانتیو واسهتون توضیح بدم و چون خیلی از بچه ها میگن برامون توضیح بده گراماتیک و چشم من شروع میکنم بحثا رو خیلی خلاصه و کوتاه کوتاه میگم که شما امیدوارم که خسته نشین و بتونین مفید یاد بگیرین یعنی من چیزا رو مفید بهتون میگم و امیدوارم شما یاد بگیرین از امروز شروع میشه امیدوارم که یادتون نره که فالو کنید اگه فالو نکردید و حمایت کنید که منم دلگرم بشم و بذارم پس میریم بدون فوت وقت سراغ سبستانتیف سبستانتیف یا همون اسم حالا سبستانتیف ببینیم به چی جوری هست و چی هست اسم ها به چه بخش های تخص. این سرفصل ها هست و بعد سریع میریم و همه رو یکی یکی یاد میگیریم خب سبستانتیف ار پو پوساکر او میگه که اسم یه چیزی هست که روی اشیا و اشخاص قرار میگیره سبستانتیف کمواره یور لندر او ستادر میگه که مشخصا میگه که اسم روی حیوانات و کشورها و شهرها قرار میگیره حالا این بخش رو بعد توضیح میدیم که چی به چیه یعنی یکی یکی میریم پایین فقط سرفصل رو میخونم و بعد یکی یکی میریم و اینا رو توضیح میدیم سبستانتیف دیل از این ای تو ینوس میگه که سبستانتیو یا همون اسم به دو بخش یا دو جنسیت حالا حالا جنسیت یعنی دو بخش تبدیل میشه سبستانتیو کن ای سینگلر او پرولار خب میگه که میتونه هم مفرد باشه و هم جمع سبستانتیو کنستو ای بستمت او بستمت فرم میگه که سبستانتیو میتونه هم مشخص یا نامشخص باشه امیدوارم که ترجمه فارسیش دقیقا هم مشخص یا نامشخص باشه خب سبستانتیو بوینگز گروپر میگه که حالت صرف اسم حالا میریم جلو و مشخص میشه گروه های صرف اسم اگه معنی درست فارسیش این باشه سبستانتیف کنستو تو ای اینیتیف اینجا معنیش اینه که یه اون به سبستانتیف میتونیم به اون اس مالکیت رو هم بدیم که حالا بعد با بهش میرسیم خب میریم جلوتر حالا بخش اول سبستانتیف ر اورت ساکر اوپرشونر سبستنتیو کموار یور لندر او ستدر میگه که مشخصا اسم روی همون اشخاص میتونه باشه روی شی میتونه باشه یعنی روی چیز ساکر میتونه باشه همون اشیاء و بعد روی حیوانات کشورها و شهرها میتونه قرار بگیر مثلا ستول یه دونه صندلی خب میشه رو که اشیاء پوی که که یه پرسن یا همون یه شخص ماما که همون یه شخص اگ حالا نمیدونم حیوان میشه دیگه جزو هنوز نرسیده ولی خب حالا اگم یه دونه چیزه دیگه حیوانه در اصل حالا حیوان چه چه بخشی از این جود قرار میگیره ولی خب همون حیوان اشیا که نمیشه یعنی همون حیوان اسپری که میشه لند کت که میشه یور همون حیوان گروت میشه صد درصد چون میشه رنگ خاکستری آه گروت میشه گریستن میشه گریه کردن و میشه همون ساکر جز دسته ساکر میشه لرره میشه معلم که همون اشخاص کلوکه میشه ساعت که اینم اشیاء و جزء ساکر حساب میشه پس فهمیدیم که همون اسم روی ب... یه خلاصه شو بگم که میشه اسم روی اشخاص اشیاء حیوانات کشورها و شهرها قرار میگیره به همین سادگی خب مار جزء دومی که اسم هست سبستانتیف دل از این تو ینوس. میگه که سبستانتیف توی دو بخش اصلی هست چی جوری؟ سبستانتیف دل از اوب ای ان اوک او میگه که به دو بخش ان و ات تقسیم میشه اینا که تو سویدن <تصفح> به این موضوع خیلی پی بردن که باید یه چیزی هست من ان اورد و ات اورد رو باید با تجربه به نظر من با بودن تو سوئد با استفاده یعنی در استفاده طولانی مدت کلمه و فهمیدن اون در دراز مدت یاد بگیریم و یعنی اینکه بشینین بخونین میشه ولی خب یه چیزی که این اردویت اردو رو باید طی سالیان یاد بگیرین که بعضی وقتا شاید یه کلمه رو آخرش رو مثلا این رو اشتباه بگین که هی به مرور زمان اینا عادیه و درست میشه پس نگران این نباشین چون خیلی سوال بود گفتم که اینجا بهتون توضیح بدم که خیلی هستن حتی خود منم هنوز شاید بعضی وقتا این مشکل رو داشته باشم نه من خود سوئدی هم شاید بعضی وقتا داشته باشن این مشکل بعضی از کلمه های خاص خب اگزمپل ان یک دختر بچه ان بیل یک ماشین ات میگه که حالا اینجا معنیش منظورش این بود که همه اسم ها تو دو بخش قرار می گیرن. بعضی از اسم ها ان و بعضی از اسم ها ات پس اینجوریه که اسم ها توی دو بخش یعنی از این دو بخش دیگه خارج نیست ان ات حالا استثنا هم شاید وجود داشته باشه سبستانتیف کنستو ای سنگلار میگه که میتونه روی اسم میتونه هم مفرد باشه هم جمع. خب اگزمپلش مثلا خب اینجا همونو گفته دیگه هم سینگولار هم پلورال مثلا مفردش ان پن یک مداد فلیرا پنور چند مداد دن پنن اون مداده حالا این به صورت چیز گفته دوم پنور اون مدادها, مدادها یعنی این و آن مدادها یعنی یه جوری جمه دن دوم این بس یعنی نشون میده که دن یعنی مفرد پلورالش جمعش میخواد مثلا اشاره کنه به استم فرمش میشه دوم پنور خب حالا میریم برای بخش بعدش بس هم جمع داریم یه سری بهتون میگم که هم مفرد داریم هم جمع مثل چی یه مداد و مدادها چند تا مداد اون مداده اون مدادها یعنی در این به این صورت خب سبستانتیف کن ها بستمت اوک او بستمت فرم میگه که سبستانتیف میتونه حالت مشخص و غیر مشخص داشته باشه سبستانتیف دل اوبستم او بستمت فرم حالا ببینیم منظورش چیه او بستمت فرم مثلا ان پننا یک مداد معلوم نیست کدوم مداد میگه فلیر پنور یعنی که چند تا مداد کدوم مدادها رو ما نمیدونیم یعنی مشخص نشده به طور قطع بهستمپت فرم. دن پنن این مداد اون مداد میدونید چی بگم؟ یعنی داره اشاره میکنه به این مداد دوم پنورنا پن یعنی اون مدادها یا این مدادها یعنی داره اشاره میکنه به مداد پس بستمت و او بستمت فرقش در اینه که یک مداد یا اون مداد در اینه تموم شده رفت خب پس فهمیدیم که حالت توی دسته یه یعنی دو بخش بستم و او بستم فورم فرم هم داره حالت مشخص و غیر مشخص وقتی نمیدونیم در مورد کدوم مداد حرف میزنیم میگیم ان پلنا وقتی در مورد یه مداد مشخص حرف میزنیم میگیم پن دن پلنا تموم شده رفت حالا بریم سبستانتیوز بوینینگز گروپر میگه که دسته های صرف اسم ایتابلن استور سبستانتیوز اولیکا فورمر میگه که توی این تابلویی که جلوی شما هست اسم ها توی فرم های مختلفی اومده سبستانتیو استور سینگلار ال پلورار او ای بستمت ال او بستم فور تیتاپو اندرسرنا خب میگه که به آخراش نگاه کنید مثلا اینجا رو میگه میبینین پن نور پن نور نا میگه که به آخر همه اسم نگاه کنید که تغییر پیدا میکنه توی مثلا توی این گروه توی این دسته بندی که داره نشون میده حالا بهتون میگم چه شکل نوشته که او به استمپ فرم برای یک پن یا یک مداد میشه پن نه به استمپ فرم پن یعنی داره اشاره میکنه خب برای این برای مفردش بود او بستمت فرم یعنی که معلوم نیست کدوم مداد حالا بعد جمعش میشه پرنور نور نه پس مشخص میکنه که اون مداد ها مثل اینه که ما بگیم مداد مداده یعنی یه ای ما میذاریم توی فارسی تقریبا میشه گفت اونه یعنی همونه دیگه پویکه مفرد نامشخص پسر بستم فرم پسره پویکن او بستم فرم بعد جم پویکر م... نمیدونیم میگه پسرها پویکرنا پسرهایی که اونجا هستن تعریفه مثلا میگه پسر... پسرها پسرهایی مثلا حالا که مشخصه داره مثلا اشاره میکنه به اون اون پسرها میشه تقریبا خب خوبه... تلفون روی حالت سینگولر تلفونن میبینی که فرقش مثلا اون تلفونه و این تلفن اون پسرها و پسرها تلفونر میشه جمعش تلفونر نه میشه که بستمت فرمش او بستمت و بستمت. فقط همین سریع میخونم برم حالا دیگه بهتون توضیح دادم که فقط سینگولار او بستمت اولیش و سینگولار بستمت پلورار او بستمت و پلورار یعنی جمع مشخص لرره <سؤال> لررن یعنی مشخص نامشخص و مشخص مفرد لرره دقیقا همون میشه لرره نا و مشخص جمعش میشه همون ولی خب مشخص نامشخص جمعش هم مثل همون نامشخص مفرد میشه لرره بعضی از کلمه همین استثنام دارن یعنی همینه هیچ فرقی نمیکنه خب مثلا حالا ما میریم سمت اپله اپلت میبینید که بعد جمعش میشه اپلن اپلنا اینم یه ذره اپلم یه ذره اسم، یه چیزی حالت مال ات دیگه میشه ات اپل اپلت اپلن, اپلن و اپلنا اینا باید یاد بگیرید دیگه یعنی چیزی نیست که من بخوام توضیح بدم همین دیگه بهتون گفتم این حالت مفرد او بستمت نامشخصشه این مفرد مشخصه، این جمع نامشخص و جمع مشخصش یعنی اشاره میکنه به اون سیب ها شماره شیش مال ات بورد بوردت اون, اون،, اون میز. میز یک میز اون میز دوباره جمعش میشه همون بورد بعد بوردن جالبیش خیلی جالبه <applause> بوردن ان میخور آخرش و اون میزه اون میزها در اصل خب اینجا جالب بود برای خودم جالبه هم جالب بود سبستانتیف کنستو ایینتیف میگه که الان بهتون توضیح میدم یعنی چی سبستانتیف ویسر وم سم اگر نونتین ات ینتیف هار اندلسن اس میگه که یک اینجا در اصل منظورش اینه که یک اس میتونه اس مالکیت رو هم بگیره حالا به چه شخص ما میگیم ما تو فارسی میگیم اس مالکیت مثلا فلیکنس کلنینگ یعنی اس مالکیت لباس شب دختره این به مثلا این هست که میگیم لباس شب این اه همون کلن مثلا اسم مالکیته مننز بیکسور شلوار مرده یعنی این اه که هست که مالکیت میده دقیقا همونه داگنس لونچ و اینم میشه که غذای روز غذای امروز غذای امروز یعنی این اس مالکیت روی سابستانتیو هم میاد امیدوارم که دوستان راضی بوده باشین یه دونه قرار نیست که من بتونم همه چیز رو به شما یاد بدم امیدوارم که یه کمک کوچیکی تونسته باشم انجام بدم پس ما رو اگه میخواین حمایت کنین و این ویدیو ادامه داشته باشه به من انرژی بگیرم حتما به دوستان خودتون منو معرفی کنین اگه نیاز دارن اگه میدونین مفید هست حتما لایک و کامنت بذارین که چی, دی... چی چیزی رو نیاز داریم من اگه ببینم مورد استقبال قرار میگیره حتما این گراماتیک رو دوباره ادامه میدم پس تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهداره همتون